بچه نگاه کنید، آرزو که معنی غیر هستیمونه با کدوم؟ با آرز و قامت ارتباط داره، پس میشه یه هم تناسب. آرز بچه ها چهره هم معنی میده، آبرو هم معنی میده، قامت هم که مشخصه دیگه، قد و قامت. چنان سینه گسترده بر عالمی که زالی نیندیشد از رستمی. زال یکی به معنای پیر موسفید هست، یکی هم پدر رستم هست، درست شد؟ حالا اینجا بچه ها که زال اینجا معنی اصلیمون پیر موسفید هست، اینجا معنی پدر رستم با چی ارتباط داره؟ با رستم. پس چی درست میکنه؟ یه هم تناسب درست میکنه. من یکم اینا رو دیگه تند میرم، فقط شما یک بار شنیده باشی. ما همین هفته برون رفت و به چشمم سالیست، حال هجران تو چه دانی که مشکل حالیست. بچه ها ماه مجاز از چی بود؟ ماه مجاز از چی بود؟ بگی سری. علاقش چیه؟ آفرین آفرین، خیلی خوبه خیلی خوبه. علاقش چیه؟ اگه گفتین علاقش، تو مجازا بهتون گفتم مجاز و علاقه چی بود؟ مجاز و علاقه چی بود؟ آفرین، خیلی خوبه امیر حسین، عالی بود. مجاز و علاقه شباهته. بچه اینا رو لطفا مرور بکنید. الانم اگه دبیرای محترمتون توی مدارس توی فضاهای مجازی شما رو درس میدن، توی ذهن خودتون این آرایه هایی که میگم، این نکاتی که میگم به بیگ بیتی میرسید، توی ذهن خودتون اینها رو تحلیل بکنید، خیلی میتونه کمکتون بکنه. ماه بچه ها یکی به معنای معشوق، یکی به معنای ماه سیروزه است، ماه برجه، درست شد؟ ماه همین هفته برون رفت، خب معنی معشوق، معشوق رو خط میزنیم، معنی اصلیمونه. سیروز ببینیم که آیا ارتباط میتونیم باش برقرار بکنیم. ما همین هفته، بله بچه، سیروز با هفته با سال ارتباط داره، پس میشه چی؟ ایهام تناسب. یکی را حکایت کنند از ملوک که بیماری رشته کردش چو دوک. بچه حواستون باشه، دوک یعنی لاغر. دوک یک وسیله بوده که بچه دورش نخ میپیچیدن و خیلی هم باریک بوده، درست شد؟ میگه رشته کردش مثل دوک شد، درست شد؟ مثل دوک شد. حالا رشته بچه ها دوتا معنی داره، یکی نخ یکی لاغر، که بیماری رشته کردش، لاغرش کرد، پس معنی اصلیمون هست میشه، معنی نخ و دورش رو خط میکشیم. نخ ارتباط میتونه برقرار بکنه؟ بله، نخ میاد با چی ارتباط برقرار میکنه؟ با دوک، پس میشه چی؟ ایهام تناسب. بریم بعدی. همچو چنگم، بچه کلمه چنگ رو دقت بکنید، از اون کلمه های خیلی ایهام خیزه. یکی چنگ به معنی دسته، یکی چنگ هم معنی موسیقیه، درست شد؟ به معنای موسیقی. همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش، تو به هر زر که خواهی بزن و بنواز. بچه این از اون بیت های خیلی مهمه، چندین ایهام و ایهام تناسب داره. اول میریم سر وقت چنگ. چنگ دو تا معنی داره، یکی وسیله موسیقی، یکی هم به معنی دسته. حالا همچو چنگم، من مثل چنگ هستم، من مثل دست هستم، پس هر دو معنا جایگذاری نمیشه، درسته بچه ها؟ من اینجا بنویسم موسیقی، یکی هم به معنی دست، درست شد؟ هر دو جایگذاری نمیشه، پس ایهام نیست. ببینم ایهام تناسبه. همچو چنگم، من مثل اون آلت موسیقی هستم، این معنی اصلیمونه، این معنی اصلیمونه، خط میکشیم روش. دست ببینیم آیا ارتباط داریم. همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش، تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنواز. بچه ها دقت داشته باشید، نگین بچه ها به اصطلاح دست ایهام تناسب پیدا میکنه با سر. خوب دقت بکنید، چون سر تسلیم اینجا به معنای این سر انسان نیست که با دست ارتباط برقرار بکنه، اینجا به معنای چیه؟ اختیار کامل هست. نکته مهمیه، کلمه باید معنیش در معنای خودش باشه. اینجا سر به معنای اختیاره، به معنای سر انسان نیست که مراعات و نظیر درست بکنه، به همین خاطر نه به همون ایهام میده نه ایهام تناسب میده. بریم عبارت بعدی بچه ها. ضرب رو دقت بکنید،
دو تا معنی داره، یکی ضربه زدن، یکی هم وسیله موسیقی. حالا تو به هر ضرب، به ضربه زدن معنی اصلیمونه حذفش میکنیم. حالا وسیله موسیقی ببینیم میتونه ارتباط برقرار بکنه. آفرین، وسیله موسیقی با چنگ با چی ارتباط برقرار میکنه بچه ها؟ با این چنگه. این وسیله موسیقی با این چنگه ارتباط برقرار میکنه بچه ها، میبینید؟ پس میشه چی؟ ایهام تناسب. حالا الان به نوازد رو میگیم. به نوازم بچه ها دو تا معنی داره، یکی معنی نوازش کردن، یکی نواختن. تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنواز، یعنی اون آهنگ رو نواختن ساز. پس این نواختن ساز معنی اصلی اون حذف میشه، نوازش کردن میمونه. نوازش کردن با کدوم یکی از این کلمات ارتباط برقرار میکنه؟ با هیچی. نوازش کردن با هیچ ارتباط برقرار نمیکنه، پس نه ایهام داره نه ایهام تناسب داره. بنواز با وسیله ایهام تناسب نداره. نه، چرا؟ به دلیل اینکه معنی اصلیمونو ما بهش کاری نداریم. معنی اصلیمونو ما بهش کاری نداریم. معنی اصلیمون گفتم خط میکشیم روش، حتما خط بکشیم. اون معنی غیر اصلی رو نگاه کنید، من همشو دورشو خط کشیدم. میبینید بچه ها؟ درست شد؟ چون که این نوازش کردنه هستش، ما باید دنبال معنی دیگرش بگردیم، اصلا هیچ ارتباطی برقرار نمی کنه. پس میشه چی؟ ایهامه؟ نه ایهام داره نه ایهام تناسب. بیت مهمیه، بعدا برای خودتون باز تحلیل بکنید. هنر بیار و زبان آوری مکن سعدی، چه حاجت هست که گوید شکر که شیرینم. بچه ها شکر که شیرینم. بچه ها کلمه شکر رو حواستون باشه، شکر یک معنای شکره، یک معنا هم معشوق خسرو هست. توی داستان فرهاد و شیرین، فرهاد زمانی که به اصطلاح در میدان عاشقی شیرین قدم میگذاره، خسرو پادشاه سرزمین هم قدم در این سرزمین عاشقی میگذاره و میگه من کنار نمیرم، تو اگه یک کاری رو انجام بدی کوه رو از جلو خودت برداری من کنار میرم. خوب دقت بکنید، اون خسرو خودش یک معشوقی داشته، اون معشوق اسمش چی بوده؟ شکر بوده. این معمولا توی کتاب ها به کار نرفته. چی گفته؟ یعنی اگه در معنی خودش بیاد ایهام نداره. نه، اگه در معنی خودش بیاد ایهام نداره. بچه شکر دو تا معنی داره، یکی معنی شیرینی، یکی معنی معشوق خسرو. چه حادت است که گوید شکر که شیرینم. معنی اصلیش معنی شیرینیه، درست شد؟ معشوق خسرو جایگذاری نمیشه، یکیش جایگذاری میشه. پس شیرینی رو چیکارش میکنیم؟ خط میزنیم. حالا معشوق خسرو میمونه دورش، خط میکشیم. معشوق خسرو با چی ارتباط داره؟ با شیرین، درست شد؟ پس چی درست میکنه؟ ایهام تناسب درست میکنه. معشوق خسرو با شیرین ارتباط داره. حالا بچه ها دقت داشته باشید، اینجا با شیرین هم همین اتفاق براش میفته. یکی شیرین به معنای شکر شیرینیه، یکی هم به معنای چیه؟ معشوقه. شیرینی معنی اصلیمونه، حذفش میکنی، معشوق میمونه. معشوق با چی ارتباط داره؟ با شکر. پس چی درست میکنه؟ ایهام تناسب برامون درست میکنه. درست شد؟ بریم بیت بعدی. بچه این قسمت، این صفحه رو بعدا خودتون مرور بکنید، صفحه مهمیه. دل چه خورده است عجب دوش که من مخمورم. مخمور از خمار میاد، سرمستی. یا نمکدان که دیده است که من در شورم. بچه در شورم، شور دو تا معنا، یکی شور و حال، یکی هم مزه شور. که من در شورم، کدوم معنی جایگذاری میشه؟ شور و حال، حذفش میکنیم. مزه شوری، ببینیم با کلمه ارتباط پیدا میکنه؟ بله، با چی؟ با نمکدان. پس چی درست میکنه؟ ایهام تناسب درست میکنه. درست شد؟ اینم از این. بچه ها سوال از این صفحه ندارید؟ خیلی خوب، ممنون. تصویر فکر کنم خیلی خوب میره آقای مهندس، تصویر خیلی خوب. آره خیلی خوب. بچه ها یه اسلاید دیگه داریم، همین هم بگیم و بعد بریم به اصطلاح کارگاه های تستمون.
گر می گریزم از نظر مردمان رهی عیبم مکن که آهوی مردم ندیدم. بچه لطفا دقت بکنید، مردمان دو تا معنی داره، یکی مردمک چشمه، یکی هم به معنای انسان ها. گر می گذرم از نظر مردمان، پس انسان ها معنی اصلیمونه، این هر دو معنی جایگذاری نمیشه، انسان ها رو خط میزنم. ببینم مردمک چشم کلمه ای داره باهاش ارتباط برقرار بکنه. گر می گذرم، عیبم مکن که آهوی مردم ندیدم، اصلا کلمه ای نیست که ارتباط برقرار بکنه. پس این کلمه مون نه ایهام، نه ایهام تناسب. بریم بعدی. بچه ها کلمه رهی رو دقت بکنید. رهی، من این قسمت بنویسم اینو. بچه ها رهی دوتا معنی داره، یکی اسم شاعره، یکی هم به معنای چیه؟ رها شده است. حالا گر میگویزم از نظر مردمان رهی، اسم شاعر خودشو داره مخاطب قرار داده، چی می درست میکنه بهتون؟ تخلص درست میکنه بهتون میده. اسم شاعر معنی اصلیمونه، خط میزنیم. رها شدن با کدوم کلمه میتونه ارتباط برقرار بکنه؟ مردمک با نظر. نه نه، مردمک چشم، اجازه بدین. آره آره درسته خانم مهاجر، درست گفتی خانم مهاجر، درست گفتی. این مردمک چشمه با چی ارتباط برقرار میکنه؟ با نظرم ارتباط برقرار میکنه. بچه ها آهو گاهی وقتا به معنی چشم هم هست، پس نگاه کنید، این مردمک چشم با این نظره ارتباط برقرار میکنه، گاهی وقتا هم با آهو، پس این ایهام تناسب میشه. بچه ها آهو رها شدن با کدوم کلمه ارتباط برقرار میکنه؟ آفرین، با میگریزم. پس این رها شدن با کدوم کلمه میاد؟ با میگریزم. پس میشه چی؟ ایهام تناسب. بیت بعدی، گفتم که جان خواجو قربان توست، گفت در کیش پاک دینان قربان چه کار دارد. بچه ها دو تا کلمه است که توی کتاب خیلی کم کاربرد داره، کلمه قربان و کیش هست. خوب دقت بکنید، کیش قربان یکی به معنای بچه ها، حالا این کلمه خیلی به اصطلاح مهم نیست، این کیش هست که خیلی مهمه. اول کیش رو بگم، یکی بچه ها به معنای کیش به معنای آیین هست، دین هست، یکی هم به معنای چیه؟ به معنای تیردانه. تیردان در کیش پاک دینان، در آیین، در دین، پس این معنی درسته. تیردان معنیش جایگذاری نمیشه، اینو حذفش میکنم. حالا تیردان ببینم که کلمه‌ای داریم که ارتباط برقرار بکنه. بچه‌ها با قربان چیکار میکنه؟ ارتباط برقرار میکنه، پس میشه ایهام تناسب. بچه‌ها کیش میشه تیردان، جایی بوده، سبدی بوده، ظرفی بوده که تیرها رو در درون اون قرار میدادن، یا روی دوششون میذاشتن، یا روی اسب قرار میدادن. توی ادبیات حماسی ما قربان هم یکی به معنای چشم قربان، بزرگ، احترام، یکی هم به معنای چیه؟ قربان به معنای همون کیشه، همون جعبه‌ای که در درون اون تیرها رو قرار میدادن. پس این میشه چی؟ ایهام تناسب. بیت بعدی، ای لعل تو شیرین و بیان تو شکرریز، شیدای تو عالم همه چو خسرو و پرویز. خب بچه ها دیگه کلمه شیرین و شکر رو نمیگم، هر دوتاش به همون ایهام تناسب میده. شیرین با شکر، شکر هم با شیرین، درست شد. نکته بعدی که اینجا خیلی مهمه، ای لعل تو شیرین و بیان تو شکریست، آه این که هیچی. بچه این قسمت رو نگاه بکنید، این نثر من آوردم براتون، این نثر رو نگاه کنید. یک روز خسرو در شهناز شوری به پا کرد. مهمه بچه، شور دوتا معنی داره، یکی به معنای موسیقی، یکی به معنای اشتیاق و قوغاست، یکم به معنای نمکینه. حالا ببینیم جایگذاری میشه. بچه ها دقت بکنید، شور
شهناشوری به پا کرد فقط معنی چی کاربرد داره؟ معنی موسیقی، درسته؟ در شهناز شوری به پا کرد هم میتونیم معنی موسیقی رو جایگزین بکنیم، هم میتونیم اشتیاق و غوغا رو جایگزین بکنیم، درست شد؟ یک روز خسرو در شهناز شوری به پا کرد. خوب دقت بکنید. حالا اینجا شور به معنی موسیقی و شور به معنی اشتیاق و غوغا هر دوش جایگذاری میشه. چون هر دوش جایگذاری میشه، بچه ها چیکار میکنیم؟ دیگه این رو ما ایهام تناسب نمیگیریم، فقط ایهام میگیریم. چرا؟ چون هر دو معنی جایگذاری میشه. هم میتونیم یک روز خسرو در شهناز یه قوقایی به پا کرد، یک به اصطلاح شور و حالی برای مردم ایجاد کرد، یک روز خسرو در شهناز حالت موسیقی خاصی رو ایجاد کرد، یعنی به اصطلاح یک رده یا یک درجه یا یک رتبه از موسیقی ها رو نواخت، درست شد؟ حالا اینجا من گفتم بچه ها موسیقی با شهناز که نام دستگاه موسیقی است ایهام تناسب برقرار میکنه، نه ایهام تناسب، درست شد؟ این رو هم لطفا توجه بهش بکنیم. اما بریم ما تستای این رو فکر کنم شما نگرفتین آقای مهندس، تستاشو از بالا. خب ما چقدر دیگه زمان داریم؟ آره خب ما حالا تستا رو بریم، یکمی از تستاش بریم ببینیم که به چه صورت میشه. خب بالاتر تستا؟ درسته. خیلی خوب بچه ها دقت داشته باشین، یکمی از تستا رو حالا با توجه به زمانمون یکمی از تستای ایهامو میزنیم، چون امشب باید حتما جناس رو هم بهتون بگم. خب بچه ها لطفاً توی تستای به اصطلاح جناس، ایهام تناسب و ایهام خیلی دقت ها بالا بره. ببینید که چیکار میکنیم، تحلیلامون چیه. اکثر حدود 12-13 تا تست همه هم بچه از کنکورهای سالهای گذشته است و سوالات آزمونهایی که واقعا سواله دیگه، یعنی جای بحث و تحلیل داره. پس لطفا به این سوالات خوب دقت بکنید، توجه بکنید. بچه ها تست رو بهتون میدم، زمان میدم، لطفا فکر کنید و پاسختون رو برای من ارسال بکنید. این برای من خیلی اهمیت داره. بریم بچه ها ببینم چی کار میکنین. سراسری انسانی 97، هیچی هم نمیگیم. پاسخ 3 بررسیش میکنیم. بچه ها گفته در کدام بیت آرایه ایهام وجود داره. یعنی چی؟ یعنی کلمه ایهام هر دوتا معناش باید جایگذاری بشه. بریم ببینیم که چی میشه. ناگشوده گل نقاب، آفرین، یه کمی درستر شد. ناگشوده گل نقاب آهنگ رحلت، ناگشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد. ناله کن بلبل که گلبانگ دلفگاران خوش است. بچه آهنگ یکی به معنای ساز آواز، یکی به معنای بچه آهنگ کردن، قصد کردن. حالا هر دو ببینیم جایگذاری میشه. ناگشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد، میگه ساز رحلتشو چیکار کرد؟ کوک کرد، معنی میده. بچه ها قصد سفرشو ساز کرد، معنی میده. پس میشه چی؟ ایهام ما. پس پاسخ ما میشه گزینه الف. بچه ها بگم چرا این رو نتونستین پاسخ بدین؟ از دیدگاه شما من یه جمله بگم، اگه جمله من درست بود که بگین یک عدد دوی بفرستید، اگه جمله اشتباه بود عدد یک بفرستید. من میتونم بگم که بچه ها من اینو میتونم بگم که احتمال خیلی زیاد داره شماها کلمه آهنگ رو دو معنایی رو به اصطلاح به ذهنتون نرسه، درسته؟ اگه حرف من درسته نیا کنید بچه ها، احسن.
دقیقا همه دو رو میفرستید. پس بچه ها یکی از مواردی که خیلی مهمه تا میتونید این اطلاعات ایهامیتون رو اضافه بکنید، این خیلی اهمیت داره. بریم بچه ها بعدی. نه من بقیه آره ها رو بقیه گزینه ها رو بررسی میکنیم. نه من بران گل آرز غزل سرایم و بس، که اندلی به تو از هر طرف هزارانند. هزارانند بچه ها، یک عدد هزار، یکی بلبل، اندلیب. حالا بچه ها خوب دقت بکنید، هر دو عدد هزار اینجا جایگذاری نمیشه. معنی اصلیش چیه؟ از هر طرف هزارانند، از هر طرف میگه هزار تا بلبل، یعنی بی نهایت. عدد معنی اصلیمونه، یعنی بی نهایت. پس خطش میزنیم. بلبل دیگه اینجا معنی نمیده دوتا بلبل پشت سر هم بیاد. این بلبل با چی هم تناسب برقرار میکنه؟ با اندلیب. پس میشه چی بچه ها؟ ایهام تناسب. درست شد؟ یک نکته مهم بچه ها، که اندلیب تو از هر طرف هزارانند، میگه بی نهایت بلبل به سمت تو میان و نغمه سرایی میکنن. درست شد؟ پس میشه چی ایهام تناسب؟ از چاشنی قند مگو کیچو و از شکر، زان رو که مرا از لب شیرین تو کام است. بچه ها کام، یکی کام دهان، دوم یکی آرزو. درست شد؟ زان رو که مرا از لب شیرین تو کام است. معنی اصلیمون چیه؟ معنی اصلیمون آرزو هست که خطش میزنیم. این کام دهان با چی ارتباط داره؟ با لب. درست شد؟ پس چی میشه؟ ایهام تناسب. دولت، حالا شکر رو دیگه ولش میکنیم، دولت صحبت آن شمع سعادت پرور، باز پرسید خدا را که به پروانه یکیست. بچه ها پروانه دوتا معنی، یکی حشره یکی اجازه. باز پرسید خدا را که به پروانه یکیست، با اجازه یکیست. معنی اصلی حشره با چی ارتباط میتونه برقرار بکنه؟ الان گفتیم با شمع. پس چی داره؟ ایهام تناسب داره. شکر، بله اون هم داستانش دیگه جداست. مگو هیچ و از چاشنی قند مگو هیچ و از شکر. شکر رو هم میتونیم بررسیش بکنیم. یک معشوق، دوم شیرینی. معشوق اینجا معنی اصلی چیه؟ شیرینیه. هر دو جایگذاری نمیشه، شیرینی رو حذفش میکنیم. معشوق با چی ارتباط داره؟ با شیرین. اینجا باز هم چی برامون درست میکنه بچه ها؟ ایهام تناسب درست میکنه. درست شد علی آقا؟ خیلی خوب، بریم بچه ها تست بعدی. بچه ها لطفا این تست دومیه رو ازتون میخوام یک کمی توجهاتون رو بالا ببرین، ببینم چی کار میکنید. ها بگین انسانی 97 هم هست. اینجا چی آوردم؟ پاسخاتون رو لطفاً بچه‌ها بفرستید دیگه. خب بقیه دقت دقت لطفاً. سال دو؟ نه نه، سالش انسانی 97. آفرین، حالا درست شد، عالی، درود بر شما. بچه ها وقتی که پاسخها رو درست میفرستیم واقعا حس حال منم خیلی خوب میشه. گفته باشم بهتون، اینو به اشتراک گذاشتم با شما. بچه ها گفته آرایه بیت زیر. آقا این تیپ سوال امسال تو کنکور داری 100%، شک نکن. این تیپ سوال چطور حل میکنی؟ بیت رو حق نداری بخونی، میری سر وقت آرایه ها. الان درسمون چیه؟ ایهام ایهام تناسبه. اصلا ایهام ایهام تناسب هم نبود، هر آرایه که به اصطلاح آسون تر بود. کنایه تشبیه مجاز ایهام، حسن تحلیل ایهام، استعاره حسن تحلیل ایهام تناسب. بچه ها خیلی کارمون راحت شد.
یعنی اگه ببینیم که ایهام ایهام تناسب داره یا نداره، داستان خیلی فرق میکنه. مگر که لاله بدانست بیوفایی دهر، دهر یعنی روزگار، که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد. بچه ها آفرین خانم مهاجری. بچه ها اصلا توی بیتمون ما کلمه ای رو پیدا میکنیم که حامل دوتا معنا داشته باشه؟ نه. پس وقتی کلمه ای رو پیدا نمی کنیم که حامل دو معنا داشته، هم ایهام حذف میشه هم ایهام تناسب حذف میشه. پاسخمون گزینه سه. بچه ها نگاه کنید تست چی بود؟ تست انسانی 97 بود. سوالای آره انسانی حسابی تره، از تخصصیاشون گرفتم من، درست شد؟ بچه ها فهمیدین اینو چجوری حلش کردیم؟ به خودم اطمینان داشتم که من کلمه های ایهامدار رو میشناسم. چون کلمه های ایهامدار رو شناختم، در بیت اصلا کلمه ایهامداری وجود نداشته. وقتی کلمه ایهامدار وجود نداشته باشه، هم ایهاما میره هم ایهام تناسبا میره، تموم، درست شد؟ حالا بچه ها بیام آرایه های اینا رو بررسی بکنیم. استعاره، تضاد، مجاز، حسن تحلیل. اول استعارهش رو بررسی. استعارهش چیه؟ همه تایپ کنن لطفا. استعارهش، استعاره این چیه؟ یکمی سریع تر. آفرین بچه ها. لاله بدانست بیوفایی در، مگه اینا تشخیص نیست؟ پس میشه چی استعاره؟ بچه ها تضادمون چیه؟ آقا تو بحث تضاد یادتونه بهتون گفتم به تضادهای فعلی توجه بکنید. تضادهای فعلی بزاد بشد. بزاد یعنی به دنیا آمد، متولد شد، بشد یعنی مرد، یعنی رفت. بچه ها حواستون باشه، حواستون باشه بچه ها، اگر بشد در معنای رفتن باشه دیگه فعل اسنادی نیست. این خیلی مهمه تو دستورها، نگران نباشین بهتون میگم. مجازش چیه بچه ها؟ کف، عضو بدنمون. کف یعنی دست، اختیار، مجاز. حسن تحلیلش چیه؟ مگر که لاله بدانست بیوفایی ده، که تا بزاد و بشد جام میز کف ننهاد. میگه چون لاله فهمیده که دنیا بیوفا هست، جام میش رو روی زمین قرار نداد. بچه ها آقای مهندس کنم شما نقاشید از من بهتره، نه؟ آقای مهندس کلنگی خواه میگم نقاشید از من بهتره فکر کنم، نه؟ بچه ها من یه گل لاله اینجا میکشم، دقت بکنید، حالا خیلی دیگه حساب نکنید روی این نقاشیه. خب بچه ها نگاه کنیم، مثلا میگیم این گل لاله، حالا این گل لاله دیگه بچه ها به اصطلاح کسی چیزی آقای مهندس یعنی شما الان خوبه اینجا رو؟ آها اینجوری میخوای؟ آره نه بچه ها، یه مهندس بچه ها میگن عالی کشیدی، شما اعتراض کردی. بچه ها خوبه نقاشیه؟ خیلی خوب. بچه ها کاری نداریم بهش، بیاین. بچه ها این گل لاله است. گل لاله شباهتش مثل چیه؟ این بچه ها مثل یک دسته که یک جام شرابی رو بر دست گرفته، در دستش هست. خیلی ممنون علی آقا، علی 20 بهم داد. آقای مهندس علی بهم 20 داد میگم. چیکار کرده؟ مثل یک انسانیه که جام شراب رو بر دست گرفته، درست شد؟ حالا میگه لاله بیوفای ده رو فهمیده، به همین خاطر جام شرابش رو پایین نمیذاره. یعنی چی؟ لاله چون بیوفای ده رو فهمیده، چون فهمیده که روزگار زود گذره، شادی رو رها نمیکنه، یعنی به شادی توجه میکنه. پس این میشه چی حسن تحلیل؟ اصلا چی ربطی داره بین گل لاله و شراب و شادی و این داستان ها؟ کاملا با عقل جور در نمیاد و غیر منطقیه، درست شد بچه ها؟ این از این. بچه ها بریم تست دیگر رو بزنیم. آقا همه این تست رو متوجه شدین انشاءالله دیگه، درسته؟ تست بعدی بچه ها تجربه 97، دقیقا همون ساختاره باز. ببینم چیکار میکنین.
پاسخ بچه ها، اولین کاری که میکنید میاین چیکار میکنید؟ میاین در به اصطلاح باریکلا، آفرین آفرین، خیلی خوبه دویا، آفرین دویا، آفرین. بچه ها نگاه کنید، اول میایم توی آرایه ها، ایهام، من ایهام، فقط با ایهام میخوام برم جلو، ایهام تناسب بررسیش میکنم. بر روی چون مه ارچه بتابی کمند زلف، باری به هیچ روی زمن روی بر متاب. بچه ها باری یک معناش به معنای خلاصه است، باری یک معناش به معنای یک باره، این یش یه نکره است، درست شد؟ حالا بچه ها خلاصه به هیچ روی از من روی بر متاب، به هر حال یک بارم شده روی از من بر متاب، پس چی؟ هر دو معنی میده، پس چی بچه ها؟ ایهامه، ایهام تناسبمون حذف میشه، یا دوی یا سه، یک هم ایهام نداره حذفش میکنی، درست شد؟ حالا بچه ها اینجا چی کار میکنم؟ اینجا میرم سر وقت آرایه هایی که آسونه، جناس تام آسونه ولی داره هر دو، استاره و تشبیه. ببینم توی بیت استاره داره بچه ها، بر روی چون مهرچه بتابی کمند زلف، باری به هیچ روی زمن روی بر متاب. بچه ها کمند زلف، زلف رو به چی تشبیه کرده؟ به کمند. روی چون مه تشبیه، ما استاره در بیت مشاهده نمی کنیم، پس گزینه سمون حذف میشه، پاسخمون گزینه دو. خیلی عالی بود، خوب جواب دادین. زلف رو به چی تشبیه کرده؟ به کمند. حواستون باشه بچه ها، اینجا یک نکته رو دقت بکنید، زلف ویژگیش بچه ها سیاه بودن و بلند بودنه، کمند بچه ها کمند شست خم، بچه ها این کمنده، حواستون باشه به من، این کمنده. میگه زلف رو در بلندی و در گرفتار کردن به چی تشبیه کرده؟ به زلف. اوکی بچه ها حواستون باشه، کمند رو قبلا توضیح دادم، یه بار دیگه هم توضیح میدم معنی کمند چیه. بچه ها معمولا یک تنابی بوده که این تناب رو به صورت دایره جمعش میکردن، کمند شست خم، شست تا خم داشته، شست بار دور خودش پیچ میشده، سر این کمند رو به صورت دایره یک گره میزدن و بندش دست خودشون بود، وقتی دنبال شکار میرفتن این رو به محکم و خیلی سریع میچرخوندن و این سری که دایره‌ای بود رو به سمت شکار پرتاب میکردن. خوب گوش کن، میخوایم یه نتیجه از این بگیریم. وقتی که این کمنده میافتاد توی سر شکار، توی گردن شکار، وقتی که این شکارچی این کمند رو میکشید، این گره چی میشد بچه‌ها؟ تنگتر و تنگتر میشد و باعث مشکل برای هوای این دام میشد، این سید میشد و این چی میشد؟ از پای در میومد. حالا توی ادبیات عاشقانه ما میگه زلف معشوق مثل یک کمنده که وقتی بندازه برای عاشق، عاشق رو گرفتار میکنه و هیچ راه فراری نداره. یه نکته ظریف دیگه بگم بچه ها این سید زمانی که بیشتر دست و پا بزنه هی گرفتارتر میشه، این عاشق هر چی دست و پا بزنه هی چی میشه؟ گرفتارتر میشه. روی هم بررسی میکنیم. بر روی چون مه، روی یکی به معنی چهره، یکی به معنای روی، امکان، فلز. حالا خوب دقت بکنید، بر روی اینجا فقط معنی چهره داره، فقط معنی چهرهش درسته، درسته؟ پس ایهام دیگه نداریم. حالا چهره رو چیکار میکنیم؟ خط میزنیم، امکان میمونه و فلز. حالا امکان کلمه باهاش ارتباط نداره، فلز کلمه باهاش ارتباط برقرار نمیکنه، پس اینجا آقای علیپور نه ایهام داریم نه ایهام تناسب داریم. به روی اصلا به معنی صورت در نظر بگیریم، به هیچ روی
یعنی به هیچ امکان، به هیچ امکان، به هیچ دلیل. این روی رو هم بررسی بکنیم بچه ها، یکی به معنای چهره، یکی به معنای امکان. به هیچ روی یعنی به هیچ امکان، به هیچ روش، به هیچ شیوه. امکان رو در نظر میگیریم، معنی اصلیمون رو حذف میکنیم. درسته؟ درسته. حالا بچه ها چهره با کدوم کلمه میتونه ارتباط برقرار بکنه؟ به هیچ روی، به هیچ روش، از من روی برمگردان. بچه ها اینجا حالا که گفتین خیلی خوبه، روی و روی یک جناس امروز میگیم همسان بهمون میده. نگاه کنید بچه ها، این روی به هیچ روی، به هیچ شیوه، به هیچ امکان، به هیچ روش، روی برمگردان، این روی به معنی صورته. درست شد؟ با ماه نمیشه. حالا این هم تناسب اینجا هم خیلی قویه، میتونیم بگیریم، یعنی این رو این هم تناسب هم میگیریم، ولی اون چیزی که سنجش به اصطلاح اعلام کرده بود گزینه دو بود. استعاره که داره، تناسب هم داره، واجارایی هم که داره، یعنی این در این گزینه هم گزینه دو و هم گزینه چهار به پاسخ ما نزدیکتر بودن، ولی سازمان سنجش بچه پاسخ دو رو برای ما گرفته بود. درسته حرفتون، کاملا درست. درست شد؟ بریم بچه تست بعدی ببینم چیکار میکنید. تست چهار، نه اتفاقا علی، اتفاقا این تست ها آسون تره برامون، الان حلش میکنیم. دقت دقت دقت، نه نه دقت ها کمه ها، یک کمی هم سوال حسابیه دیگه. بریم بچه ها، بچه نگاه کنید، این کل آرایه از همون خواسته. آرایه هم که بچه توی پرانتز آورده، آرایه های آسونی به دست نمیاد. نگاه کنید، نه 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 نه، هیچ کی تا الان درست جواب نداده. امیر علی عالی بود، باریکلا. امیر علی کم جواب میدی، ولی وقتی جواب میدی خوب جواب میدی. خب بچه نگاه کنید، این چی کارش میکنید؟ گفته آرایه فلان به ترتیب در کدام ابیات اومده. به آرایه ها نگاه میکنیم، استعاره، تشبیه، واجاره، کنایه. آقا دو تا آرایه رو اصلا روش حساب باز نکنید، یکی واجاره یکی کنایه، تموم شد رفت. حالا بیایم اینجا آقا ایهام، بیتا رو نگاه میکنیم، الف ب ب ب، درست شد؟ آقا الف ببینیم ایهام داره، ای عاقل اگر پایی به سنگیت برآید، فرهاد بدانی که چرا سنگ بریده است. اصلا بچه ها توی گزینه اول ایهام به کار نرفته، پس گزینه یک رو حذف میکنیم. آها گزینه یک رو حذف میکنیم. دو سه چهار دیگه به ها رو بررسی نمیکنیم، بعدا حالا به حسابش میرسیم که چرا ایهام داره و اینها. بچه ها وقتی که یک آرایه در هر سه هست، حق نداریم بریم دیگه بررسی بکنیم ها. چرا؟ چون زمانمون از دست میره. ما یک آرایه دیگه اینجا انتخاب میکنم، استعاره، یا الف یا دال یا هیه. الف رو که بررسیش نمیکنیم، الف رو بررسیش میکنیم. ای عاقل اگر پای به سنگت برآید، فرهاد بدانی که چرا سنگ بریده است. اصلا سنگ اینجا به اصطلاح استعاره در کار نیستش. سه و چهار رو بررسی کنیم بچه ها. دال ه، دال در وهم نیاید که چه مطبوع درختی، پیداست که هرگز از این میوه نچیده است. ه رو بررسی کنیم، آن کیست که پیرامون خورشید جمالش، از مشک سیه دایره نیمه کشیده است. بچه ها خوب دقت بکنید، مشک سیاه استاره است. استاره چیه بچه ها؟ کی میتونه بگه؟ من جمله شو مینویسم. حالا میگیم که زلف مانند مشک سیاه است. حالا از جمله تشبیه من فقط چی موند؟ مشبهون بهموند، چون مشبهون بهموند میشه استعاره.
چون مشبه مشک یک سری مواردی هست که حالا تو بحث استعاره ان شاء الله خدمتتون میگیم. پس بچه ها این چی داره؟ استعاره داره. تشبیه دالمون چیه؟ سه هست. تشبیه دالمون چیه؟ در وهم نیاید که چه مطبوع درختی پیداست. در وهم نیاید که تو مانند درخت مطبوعی هستی. تشبیهمون. پس دال تشبیهمون. جیم واجاراییمون بچه ها چیه؟ مشک با آهو. آهو. متوجه نشدم خانم مهاجری، متوجه نشدم منظور تو. یه بار دیگه بفرمایی. خب تایپ کنید اشکال من اینو بگم بعد سوالتون جواب میدم. جیم بچه واجارش از دست کمان مهره ابروی تو در شهر، از دست کمان مهره ابروی تو در شهر، دل نیست که در بر چو کبوتر نتپیده است. بچه مصوت ها هم واجارهایی درست میکنه. اصلا شما واجاره رو هر کلمه که دیدین مشکلی نداره. درست شد. این هم واجار به اصطلاح جیمتون واجارایی. کنایه بچه ها چیه؟ هه. آن کیست که پیرامون خورشید جمالش از مشک سیاه دایره نیمه کشیده است. بچه ها در گزینه الف، در گزینه الف کنایه هست. ای عاقل اگر پای به سنگت. بچه ها پا به سنگ برآمدن کنایه است. کنایه به مشکل رسیدن، به مشکل خوردن. کنایه پا به سنگ آمدن، به مشکل خوردن. درست شد. ایهاممون هم که توی گزینه چی بود بچه ها؟ توی گزینه ب. رحمت نکند بر دل بیچاره فرهاد آن کس که سخن گفتن شیرین نشنیده است. سخن گفتن شیرین، یکی شیرینی یکی هم معشوق. آن کس که سخن شیرین رو نشنیده باشه، آن کس که سخن معشوق رو نشنیده باشه. پس میشه چی ایهاممون؟ پاسخمون میشه گزینه 4. درست شد؟ آفرین، دقیقا همین سنگ، هرچی سنگ مال پای لنگه، دقیقا همینه. همین کنایه هست اصلا که این شعر درست شده. آها مشک استاره از آهو؟ نه نه نه. اگر هم خانم مهاجری، اگر هم که به اصطلاح بخواین شما مشک رو، اون رابطه رو بگیری، نهایت ما میتونیم مجاز بگیریم، استعاره نمیگیریم هیچ وقت. مشک ماده خوشبویی که از به اصطلاح نافه آهو گرفته میشه، این به اصطلاح استعاره در کار نیستش. نه. خب بریم بچه ها تست بعدی. بچه انسانی 96 ببینم چیکار میکنی. سال 5ش. آره اولی لف و نش. آه اینو نخوندینه، اینو نگفتم هنوز بهتون. به اون حساب روش حساب باز نکنین. لف و نش رو بهتون میگم. دقت. باریکلا. 5. خوبه باریکلا، آفرین آفرین، عالیه. 5-2 باریکلا. بچه ها نگاه کنید خیلی خوب جواب دادین ها. 5 گزینه 2. بریم بررسیش بکنیم بچه ها. من میام از آره ایهام شروع میکنم. ایهام آخریه. ه الف ه جیم، ه الف ه جیم. ه رو بررسی میکنم ببینم ایهام داره. اگه داشت یا نداشت دو تا گزینه میره. ای لبت خنده بر شراب زده، چشم من بر رهت گلاب زده. اصلا کلمه ای که
به اصطلاح استعداد دو معنایی شدن رو داشته باشه اینجا وجود نداره. پس چیکار میکنیم؟ ه ها رو حذف میکنیم، یا دوی یا چار. الف یا جیم. الف: شاد ز تو روان من، زنده به بوت جان من. ذکر: ذکر تو بر زبان من، مخفی و آشکار هم. بچه ها کلمه هایی که زیرش خط کشیدم خیلی کلمه های مهمیه، دقت بکنید. روان دو تا معنی داره، یکی به معنای روح و جان، یکی به معنای جاری. بود دو تا معنی داره، یکی به معنای آرزو، یکی هم بویی که به مشام میرسه، بوی مشام. بچه ها مخفی دو تا معنی داره، اینا رو یاد بگیرید. یکی به معنای پنهانه، یکی هم بچه ها اسم شاعره، اسم شاعره، شاعری تخلصش مخفیه، درست شد. حالا ببینیم ایهام نداره بچه ها توی الف، این همه یک ایهامی به در میاد دیگه. شاد ز تو روان من، پس این ایهام نداره چون جاری اینجا معنی نمیده دیگه، ایهام تناسبش رو بررسی نمی کنیم، این که نداره. من زنده به بوت، من زنده هستم به آرزوی تو، من زنده هستم به اینکه بوی تو رو به مشامم برسه، پس این ایهام داره بچه ها. بعدی رو هم بررسی نمی کنیم. ذکر تو بر زبان من، مخفی و آشکارا. مخفی یعنی پنهان، این اسم شاعر دیگه اینجا معنی نداره، درست شد. حالا بچه ها جیم رو هم بررسی کنیم ببینیم ایهام داره. ذکر رخ و زلف تو دلم را، وردیست که صبح و شام دارم. ورد بچه ها دعا، نیایش. بچه ها الان توی گزینه جیم ما ایهامی به کار نرفته، پس پاسخ میشه گزینه دو، همونطور که اکثرا درست گفتین. خیلی خوبه بچه، نگاه کنید گاهی وقتا ایهام میتونه ما رو حسابی به جواب برسونه ها، پس خیلی حساب روش باز بکنید، درسته؟ من به ساعت نگاه میکنم میدونم چرا نرسیدیم به جناس، حالا ایراد نداره بچه ها، گوش کنید، گوش کنید، بریم این آرائه دیگر هم بررسی بکنیم بچه ها. بچه ها یک نکته اینجا بگم، خوب دقت بکنید دانش آموزان عزیز، دو طلبیون گرامی، حتما حتما به این مسئله که الان میگم توجه کنید. به هیچ عنوان کاری که من الان انجام میدم گزینه ها رو تحلیل میکنم، شما حق ندارید سر جلسه آزمون و کنکورتون انجام بدید ها. شما پاسخ گرفتی، علامت زدی، تمام شده رفته. الان کاری که من انجام میدم میخوام آرایه ها برای شما چی بشه؟ هی تکرار بشه. روش های مختلف تست های جدید رو ببینید. وگرنه من الان که درست زدم همینجا از روی ایهام فهمیدم تمام کار دیگه، درست شد؟ این از این. بچه نگاه کنید، یک آرایه که خیلی اینجا میتونه برای من خیلی کمک ساز هم بود، پارادوکس هم بود که خیلی مهم بود. بریم بررسی کنیم. بچه ها لفانش، لفانش رو توضیح بدم توی گزینه جیم. ذکر رخ و زلف تو، رخ و زلف. بچه لفانش چیه؟ دو تا کلمه، چهار تا کلمه است توی لفانش. دو تا کلمه یه مصرع میاد، دو تا کلمه مصرع دیگه میاد، که این دو تا کلمه یک به یک با هم ارتباط داره، یک به یک با هم ارتباط داره. نگاه کنید الان مثلا اینجا جه چرا ایهام نمیشه؟ آها، رخ هم میشه. رخ بچه، رخ ایهام داره، یکی به معنای چهره، یکی هم به معنای مهره شطرنج، درسته؟ حالا ذکر رخ، ذکر چهره دیگه، مهره شطرنج معنی نمیده، درست شد؟ به این دلیل. ورد، ورد به معنای دعا و نیایشه، به معنای ذکره. چرا اینو ایهام بگیریم؟ اصلا حامل دوتا معنا نیست. بله از طریق پارادوکس هم راحت تره، درست شد؟ بیایم آرایه دیگر بچه ها بررسی بکنیم. گفته جیم لف و نشرش، رخ و زلف، صبح و شام. بچه ها رخ من اینجا بنویسم، رخ با صبح، چهره روشن با صبح، زلف با شامه. اینا رو بهش بچه ها میگم، بهشون میگن لف، اینها رو بهشون میگن نشر. حالا لف و نشر مشوش داریم یا مرتب داریم؟ بچه ها
نگاه کنید لف و نشر به دو دقیقه تقسیم میشه، یک مشوش، دو مرتب. یاد بگیرین، همینجا یه توضیح میدم. آره آره یه توضیح میدم، دقت بکنید بچه ها. چی؟ علی و محمد نه، برای لفانش گفتم باید توی یه مصرع باشن دوتاشون، هم میتونه کلن توی یک مصرع باشه چهارتاشون، هم میتونن توی دوتا مصرع باشن، هم میتونه توی یک بیت باشه به اصطلاح قسمت های دیگهش توی بیت دیگه باشه. یعنی این امکان وجود داره، هیچ محدودیتی نداره. یک مصرع، دو مصرع، دو بیت، درست شد؟ این امکان وجود داره. دقت بکنید بچه ها، اگه اینها این چهار تا کلمه که بهتون میدن، این یک میگیم لف یک اومد با نشر یک هماهنگ بود، لف دو اومد با نشر دو هماهنگ بود، درسته؟ چون یک به یکی، این اول اومده لفش، این هم اول اومده، اینو بهش میگیم مرتب. غیر این باشه میشه پراکنده یا مشوش. حالا بیایم بررسی بکنیم بچه ها، لف و نشر که داره اینجا، مرتبه یا مشوشه؟ رخ اول اومده، صبح هم اول اومده، پس میشه چی؟ مرتب. زلف دوم اومده، شام دوم اومده، پس میشه چی؟ مشوش، درست شد؟ حالا بچه ها دوم پارادوکس داریم توی گزینه ب، زهر قهرت گرچه شیرین است. زهر مگه میشه شیرین باشه؟ پس میشه چی؟ پارادوکس. هساره ای لبت خنده بر شراب زده، چشم من بر راحت گلاب زده. چشم میتونه بگی بر راه کسی بره گلاب بزنه، پس میشه چی؟ استعاره، تشخیص. دالمون بچه چیه؟ تشبیه. روز تاریک و شب تیره و اقبال سیاه، همه زان خال و خط و طره مشکین دارم. روز تاریکم، شب تیرم، اقبال سیاهم. روز تاریک مثل چیه؟ مثل خاله. شب تیره مثل چیه؟ مثل خطه. اقبال سیاه مثل چیه؟ مثل طره مشکینه. نگاه کنید کلا مصرع اول با مصرع دوم رو به اصطلاح در نظر گرفته. الفش چیه بچه ها؟ ایهام رو که دیگه الف رو ما گفتیم. حالا ببینیم چی گفته آقای. ذکر و ورد لف و نشر دارن؟ نه. چرا داشته باشن؟ خانم مهاجری، حتما باید دو به دو بیان. یک به یک اگه بیان ما لف و نشر دیگه نداریم. دو تا کلمه یه طرف، اصلا لف و نشر دو تا کلمه یه طرف، دو تا کلمه طرف دیگه، در این صورت میشه لف و نشر. اجازه بدین، گفتن که نه کلماتی که ببینم که بچه این چی گفتین شما اینجا؟ یک سوالی پرسیده بود، این خیلی طولانی بود، گفتم باید دو تا یه مصرع باشه. آها الان نه، منظورم اینه که کلماتی که لف و نشر رو تشکیل میدن جفتشون باید توی، نه 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 آقای علی آقا، جفتشون نباید توی یک مصرع باشن. ممکنه، گفتم هر دو کلممون توی یک مصرع، هر چهار تا کلمه توی یک مصرع باشه، هر تا چهار تا کلمه توی یک بیت باشه، هر چهار تا کلمه توی چی باشه؟ دو تا مصرع باشه، یعنی توی دو تا بیت باشه، اصلا هیچ ارتباطی نداره. پیام آخرتون همین بود علی دیگه، این جفتون باید توی یک مصرع باشن. آره آره دقیقا درسته. حالا آره آه شما اینو تایید کردی، خیلی خوب، درست، خیلی خوب بچه. این تست همه متوجه شدین؟ تست مهمی ها، این تست های این ها کلن من سعی کردم تست های حالا سخت نه، تست حسابی تره توی این ها برای شما بیارم که دیگه مشکل نباشه. بچه یه دونه تست دیگه میزنیم تمام، ببینم چی کار میکنین. اینه لطفاً، چون تست آخری همه با جواب درستشون با ما خداحافظی کنن دیگه. دقت نمی کنیم بعضی ها، نه آها نه نه خداحافظی نکنه تا میخوایم تحریف بکنیم تستو. بچه ها بیاییم بریم تست رو حلش بکنیم. آقا دقت بکنید، گفته چی؟ چهار دو، خیلی خوب بیاییم بررسی کنیم. گفته آرایه مقابل کدام به تماماً درسته. بچه
اول یک سری آرایه های خوب و دورش رو خط میکشم. هر دوش خوبه، تلمیح نه خوبه، این هم تناسبه، این هم بذار خط بکشیم که دیگه به اصطلاح. بچه اینجا دقت بکنید، ما میخوایم بررسی بکنیم، زمان کم دیگه، این هم تناسب یک کمی وقت گیره. میرم حسن تحلیل رو بررسی میکنم. در چنگ آرزویت سوزم چو عود و سازم، چون چنگم ار بسازی چون عودم ار بسوزی. بچه توی این بیت ما، توی این بیت ما آیا حسن تحلیل داریم اصلا؟ آیا یک علت زیبا یا غیر منطقی آورده؟ نه. پس حسن تحلیل توی این بیت نداریم. یا هم تناسب داریم بچه ها؟ بله. چنگ و اینها عود رو من میگیرم. بچه عود دو تا معنی داره، یکی به چوب خوشبو، یکی هم ساز. چو چنگم ار بسازی چون چو عودم ار بسوزی. چوب خوشبویی که میسوزونم بوی خوب میده، این معنی عوده. پس معنی اصلی چوب خوشبویه، این حذف میشه. با ساز با کدوم کلمه ارتباط داره؟ تا بخوای با چنگ. پس این هم تناسبش درسته، ولی حسن تحلیل نداشت. دو، پارادوکس و حسامیزی. تا در غمت گریان شدم، در غم گریان نه این من بچه ها در غم گریان شدن نه تا در غمت گریان شدم، هم شاد و هم خندان شدم، این گریه مستانه شد سرمایه خندیدنم. بچه ها گریه مستانه سرمایه خندیدن من شده، میشه چی؟ پارادوکسمون. حسامیزی داریم اصلا؟ تا در غمت گریان شدم هم شاد و هم خندان شدم، اصلا توی این بیتمون حسامیزی نداریم، پس حسامیزی هست میشه. سوم، جناز تضاد. کی به اقیانوس وصلت دست میابم که هست. بچه ها نگاه کنید، دست هست، جناز تضاد. طالعم طوفانی از هجران طولانی تو. بچه ها هجران و وصل تضاد، هجران دوری، وصل رسیدن. پس بچه هر دو هستش، پس میشه پاسخمون گزینه 3 درسته. بچه چرا درسی بکنیم؟ تلمیح استعاره، چشمه حیوان به تاریکی در است. بچه چشمه حیوان هر جایی که دیدید تلمیح بگیرید. جاودانگی که مربوط به داستان حضرت خضر هست. لو اندر بحر و گنج اندر خراب. بچه اینجا دیگه استعاره به کار نرفته. لؤلؤ یه همزه هم داره، چیز گرانبها، ارزشمند. بحر دریا، اینجا استعاره نداریم. درست شد. این هم از این، درست شد. نه اینجوری نیستش. چرا؟ دلیلش چیه؟ به دلیل این که دقت ها رو بالا نمیارید. مثلا نگاه کنید، الان ما درباره ایهام تناسب گفتیم ها، تست های آرایه بچه باید توضیح بهتون بدم. تست های آرایه ها طوریه که بچه ها تلفیقیه. الان من اگه تست ایهام رو تمام واژه ها رو شما بلد باشید، من هر تست ایهام رو بهتون بدم قول میدم 100% درست میزنید. ولی نگاه کنید الان اینجا ما باید ایهام تناسب کلی آره بلد باشیم. حسن تحلیل، پارادوکس، حسامیزی، جناز، تضاد، تلمیح، استعاره. اصلا ما هنوز درباره استعاره صحبت نکردیم. درست شد. پس به اصطلاح نگران این داستان نباشین. بچه اگر سوال یا مطلبی دارین بفرمایید لطفا. بچه من یک کاری ازتون میخوام، لطفا همه انجام بدین، آقایون و خانوما، سعی بکنید تا جلسه دیگه که میایم دایره واژگانی ایهامیتون رو گسترش بدید. این خیلی مهمه. خیلی ممنون بچه ها، خسته نباشی شما هم. امیدوارم که کلاس امروز براتون مفید بوده باشه و به اصطلاح مطالبی که گفتم انشاءالله تو کنکور همینا بیاد براتون. من دعام همینه که انشاءالله اینا تو کنکور بیاد و این ذهنیت از اینجا بمونه تا به اصطلاح پاسخهای خوب و درستی رو بدید. خسته نشدم شما، من اینقدر میبینم که به اصطلاح مشتاق هستین، خسته نشدم. همتون بچه ها به خدای بزرگ میسپارم. یا علی، خدا نگهدارتون. خداحافظ بچه ها.